سلام، اینجا کانال پاپ کورن مدیاست. اتفاق جالبی که با اکران دو تا فیلم در پرده سینماها افتاده، رقابت کهنه رفیقها، یعنی کیا؟ یعنی نوید و بهرام و هوتن. زودپز رامبد جوان، اکران فیلم زودپز رامبد جوان که اولین تجربه کمدی نوید محمدزاده محسوب میشه، از طرف دیگه 70C به کارگردانی و بازی بهرام افشاری و حضور هوتن شکیبا یک رقابت جذاب بین این ستا رفیق قدیمی ایجاد کرده. این روزها همونطور که میدونید سینمای ایران در دست کمدی های خوشاب و رنگیه که گیشه را در دستان خودشون دارن. همین فیلم ها محل یک کتازی ستاره های سینمای ایران هم هست که حالا هنر خودشون رو در کمدی های روی پرده به آزمون درآوردن. اما نکته مهم در این بین رقابت سه بازیگریه که اگرچه حالا ستاره های پرفروغ سینمای ایران هستن، اما خواستگاه اصلیشون از تئاتره. هنوز مدت خیلی زیادی نگذشته از اون روزهایی که نوید و هوتن و بهرام دور از هیاهوی ستارگی و فرشهای قرمز و فلاش عکاسان توی سالن‌های کوچیک تئاتر با هم بازی می‌کردن، رخ در رخ تماشاگر هنر اصیل تئاتر رو زندگی می‌کردن. همون سالهایی که حالا ستاره های فردا رو در خودش جای داده. نوید محمدزاده با فیلم زودپز رامبد جوان روی پرده رفته، فیلمی که اولین فیلم اکران شده ی نوید بعد از سرخ پوسته. بعد از اون فیلم در سه اثر دیگه، برادران لیلا، شب داخلی دیوار و تفریق، بازی کرد که هیچ کدوم رنگ پرده رو ندیدن و قاچاق شدن. حالا با زودپز رامبد جوان به سینما برگشته و اولین تجربه خودش رو در ژانر کمدی کنار محسن تنابنده رقم میزنه. اما دو دوست دیگرش از این مثلث پر رقابت تو یک فیلم دیگری هم بازیان. بهرام افشاری و هوتن شکیبا هم فیلم 70C رو دارن که اولین تجربه کارگردانی بهرام هم هست، کسی که حالا یکی از پولسازترین ستاره های سینمای ایرانه و دیگه راه خودش رو پیدا کرده. نظر شما راجع به این ستا رفیق کهنه کار چیه؟ شما زودپز رو در سینما میبینید یا 70C رو یا هر دو رو؟ حتما نظرتو پای همین ویدیو برامون کامنت کن. کانال پاپ کورن مدیا رو سابسکرایب کن.